حضور و فعالیت افراد مسلح غیرمسئول در شهر هرات باعث افزایش سرقت‌های مسلحانه، ترور و قتل در این ولایت شده است. این مسئله نگرانی جدی شهروندان را به همراه داشته است. شماری از فعالین مدنی و اعضای شورای ولایتی هرات عدم مبارزه جدی پلیس و دست داشتن شماری از آمران حوزه‌های امنیتی با عاملین رویدادهای جنایی را دلیل ناامنی‌ها در این ولایت می‌خوانند. از سوی هم مقام های امنیتی هرات از بازداشت 100 تن به ظن حمل سلاح غیرقانونی در این ولایت خبر می دهند. رضا امینی با شرح بیشتر این خبر. سرقت های مسلحانه، ترور و قتل در قلب شهر هرات شماری از باشندگان این ولایت را به ستوه آورده است. این باشندگان می گویند فعالیت افراد مسلح غیر مسئول در مرکز شهر هرات باعث شده است تا ترورها و سرقت‌های مسلحانه همه روزه زندگی تعدادی از آنان را تهدید کند. قماندان امنیه جدید که طرحی که دادن درباره قروتک‌ها و مسائل سرقت‌های مسلحانه و سرقت‌های سکل، یعنی واقعا ما خیلی خوشبین شدیم، ولی تا حال چیزایی که اینا گفتن ما تا در عمل او چیزی که می‌بینیم ندیدیم. سلاح به طور قانونی زیاد پخش شده بین مردم و او کسایی که خواسته باشن سوء استفاده کنم 100%. جمع‌آوری سلاح میتونه در تاثیر اختطافات و قتل و کشتار اینا خیلی تاثیر به سزای داره. در همین حال شماری از اعضای شورای ولایتی هرات وجود گسترده سلاح غیرقانونی نزد افراد غیرمسئول و همدستی شماری از نیروهای امنیتی با تروریستان و سارقان مسلح در این ولایت را دلیل ناامنی ها در هرات می دانند. یک بحث فقط جمع‌آوری سلاح‌های غیر مجاز است. بحث دیگر بازنگری جدی و تصفیه قمندان‌های اولسوالی‌ها و در واقع آمرین حوزه‌های فاسدی هست که در حوزه‌های مختلف داخل شهر و بیرون شهر کار می‌کنند و اینها به شکل مستقیم همدست هستند با گروه‌های مافیایی، با گروه‌های حراس افکند و با دزدان مسلحی که در مناطق وجود دارد. با این حال فعالین مدنی در این ولایت سهل‌انگاری نیروهای کشفی در این زمینه را دلیل فعالیت سارقان مسلح و انجام ترورها در مرکز شهر می دانند. این سلاح از کجا می آید و چطور بین این مردم توزیع می شه و نیروهای کشفی و استخباراتی باید این ریشه از این پیدا بکنند و جلو قاچاق سلاح به هرات را بگیرند تا دیگه ما شاهد ناامنی نباشیم بیشتر از این. ما همه روزه شاهد سرقت‌های مسلحانه هستیم در هرات، شاهد ترورها هستیم و اینا همگی از طریق همین سلاحایی که به هرات به طور قاچاقی میآید و در هیچ جا ثبت و راجستر هم نیست. این در حالی است که مقام های امنیتی در هرات از بازداشت 3 تن به ظن حمل سلاح غیرقانونی طی 24 ساعت گذشته خبر میدهند. سخنگوی پلیس هرات میگوید در این مدت 2 تن به اتهام قتل و 1 فرد دیگر به ظن سرقت مسلحانه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است که متهمین به جرایمشان اعتراف کردند. در طی 24 ساعت گذشته پلیس هرات تونسته تا 6 نفر افراد و اشخاصی که اینا دست به جرایم گوناگون جنایی از قبیل قتل، سرقت مسلحانه و همچنان باعث آزار و اذیت مردم می شدند اینا رو بازداشت بکنه و ارگان های عدلی و قضایی بسپارند. با اینکه چندی قبل فرمانده پلیس هرات با نشر اعلامیه ای از برخورد جدی نیروهای امنیتی با عاملان سرقت ها و ترورها در هرات سخن گفته است، اما دیده می شود که سارقان مسلح و تروریستان در روز روشن و در قلب شهر هرات جنایت می آفرینند. آگاهان امور فقر اقتصادی و بیکاری را دلیل افزایش سرقت ها می دانند.